روی صندلی پارازیتی هفته آقای رضا پهلوی نشسته، ایشون شاهزاده و پسر ارشد محمد رضا شاه پهلوی هستند. آقا ما با شما چی صدا کنیم؟ بالاخره ما نمیدونیم شما آقای پهلوی هستین، شما شاهزاده هستید، شاه هستید، شما خود اینجا برای اولین بار یا شاید قبلا گفتی، من نمیدونم، به ملت و به ما بگین که ما با شما رو چی صدا کنیم. من از اون تا آخر عمرم دیگه شما رو اون صدا خواهم کرد. اولا کامبیز جان خیلی ممنون که به برنامه دعوتم کردی و خیلی خوشحالم که میتونم با شنوندگان و بینندگانی که تو این برنامه داری این فرصت رو داشته باشم که صحبت بکنم. ببین عزیزم، من واقعا برای هیچ کسی تعیین تکلیف نمیکنم که چجوری منو خطاب بکنم، برای اینکه من خودم رو رضا پهلوی معرفی میکنم، بنابراین اون در اختیار خود همینم باقی میذارم که از دیدگاه خودش و به سلیقه خودش منو خطاب بکنه. من برای خودم تیتری خاصی قائل نیستم، من اسمم مشخصه. حالا شما میخواد بگی آقا، اونی که میخواد بگه ولیعت، اونی که میخواد بگه شاهزاده، اونی که در اختیار خودتونه. بنده هیچ توقعی از شاهزاده یک گروه گیر میدم به ما، بگیم شاهزاده یک گروه گیر میدم به ما، خلاص هر چی اشخطه به گوشتون بقیه اونم به تو نباز کار داشته باشی. تو بگو آقا، اون بگو فلان. دعوا سر اینا نیست عزیزم، دعوا سر چیز دیگری باید باشه. دعوای ما باید سر این باشه که آقا جان، اگه من و شما اینجا این آزادی رو داشته باشیم، هر جور می‌خوایم با هم صحبت کنیم، همین آزادی رو تو تهران و شیراز و اصفهان خودمون داشته باشیم، نه فقط اینجا در فرانسه. شما به عنوان رضا شاه دوم در سال 1981 قسم خوردید، آیا بر اون قسمتون هستین هنوز؟ بذار بفهمم که اون موقع داستان چی بود. من یک انگیزه بیشتر نداشتم در اون زمان، و اونم این بود، یادت باشه ما موقع 20 سالم بود، 50 سالم نبود مثل حالا، بالاخره 30 سال تجربه است و شرایط عینی مملکت. یه چیزی که تازه تب انقلاب بود و همه این حرفا، پدرم تازه فوت شده بود، بالاخره به عنوان یک نهادی که یک پشتوانه تاریخی چند 3000 ساله داشته باشه، نیت من فقط این بود که مردم بگم که اگه شما به نهاد پشت کردین، این نهاد به شما پشت نکرده و هرگز پشت نخواهد کرد. در همون پیام گفتم اختیار تصاحب این میراث رو به عهده مردم ایران میسپارم. یعنی چی؟ یعنی از روز اول گفتم یک رفراندوم نهایتاً تعیین کننده شکل نهایی نظام خواهد بود. من آینده ایران رو به مفهوم یک آینده دموکراتیک جستجو میکنم. تجربه‌ای که همه ما داشتیم با یه حکومت مذهبی نشون داده که تحت این شرایط نه مردم به حقوقشون میرسن، نه حقوق بشر رعایت میشه، نه به آزادی میتونیم برسیم. و در واقع دارم میگم که آلترناتیو به این نظام مذهبی رو من یک نظام دموکراسی سکولار میبینم. سکولار به مفهوم جدایی کامل دین از حکومت به عنوان یکی از پیش شرط‌های دموکراسی، و اینکه نهایتاً شکلش فرای این محتوا به چه فرمی میتونه در بیاد، مدل هایی هستش در جهان که میبینیم، هم در مدل جمهوریش هم در مورد پادشاهیش. این با مردم ایرانه که تشخیص بدن که آیا واقعاً همچنان نهاد پادشاهی به عنوان یک مقام فرامسلکی، فراحزبی، بی‌طرف و غیر مسئول به مفهوم جنبه اداری و حکومتی همچنان میتونه عامل وحدت و کمک کننده به نهادینه کردن دموکراسی باشه، یا نه به اون شکل واقعا دیگه نیازی بهش نیست، میتونیم در قالب جمهوری هم بهش برسیم. پس اینکه شما شاه بشید، پس اینکه شما شاه بشید یا نشید زیاد برای شما مهم نیست اصلا. ببین من قبل از هر چیزی قربت برم یه ایرانی هستم، منتها آزادی خواه هستم، وطن پرست هستم. خیلی قبل از اینکه اصلا اون سوگند رو یاد بکنم بهت بگم عزیزم، بنده در مقابل همین حکومت زمانی که دوره خلبانی دیده بودم داوطلب شدم، تلگرام زدم به رئیس ستاد ارتش نیروی هوایی ایران که آقا من حاضرم بیام زیر پرچم شما بر علیه صدام حسین و قوای متجاوزش بجنگم به عنوان یک خلبان. مسئله ایران برای من از هر چیزی بیشتر مهمه و آزادی همیهنانم، و اگر امروز برد مصرفی داشته باشم برای همیهنانم، یه تجربه است که در این سالها پیدا کردم و فکر میکنم که میتونم کمکی باشم به عنوان کسی که مقدار زیادی از زندگیش رو در این دنیا و در فضای آزاد زندگی کرده و درک کرده که چگونه میشه عملا این رو به وجود آورد. سعی بکنم این رو در قالب کشورم پیدا کنم و جستجو کنم قبل از هر چیزی به عنوان یک ایرانی. و اگه یک روزی همیهنانم در فردای آزادی گفتن فلان کس یک نقشی میتونه برای ما ایفا بکنه، اون موقع تعیین کنم، ولی الان دغدغه من اون نیست. این پادشاهی پارلمانی که شما مد نظر دارید برای ایران و فکر میکنید برای آینده ایران بهتر است متصور هستید، چه تفاوتی میکنه با حکومت پدر شما؟ خب خیلی فرق داره، برای اینکه ببینید عملا اتفاقی که افتاد این بود که، و اونم فکر کنم به خاطر اینکه مسئله اصلی که پیش اومد دلسوزی بیش از حد پدرم بود برای اینکه کارا تو مملکت پیش بره و خیلی فراتر از محدودیت‌های قانونی عملاً تصمیم گیری و اجرایی رو به دست خودش گرفت، و این لطمه آور بود به حفظ
منزه بودن و بدون ایراد موندن حکومت. شما اگه فردا مخالف یکی از سیاست‌های دولت باشی، خب با رئیس دولت در میافتی. اگه قرار باشه سمبل مملکت وارد کار تصمیم گیری بشه و ایرادی داشته باشی، مجبور با خودش در میافتی. اولین شرط برای اینکه این مقام بتونه وظیفه خودشو ایجاد بکنه با بی‌طرفی کامل و وارد جدل‌های تصمیم گیری و دعوا سر قدرت نشه، اینه که خودش مبرا باشه از گونه مسئولیت. به همین دلیله که شما امروز در ژاپن یا در سوئد یا در نروژ یا در هلند یا در اسپانیا این مشکل رو ندارید. برای شخص پادشاه یا ملکه مهم نیست که کدوم حزب برنده میشه، نخست وزیرش سوسیالیست یا محافظه‌کار. بنابراین اگر قرار باشه به اون فرم برسیم، فقط در این فرم محتمل می‌بینم آینده رو، و به شرط اساسی که به هیچ عنوانی پادشاه اون مملکت یا ملکه اون مملکت حق دخالت قانونی در امور حکومتی نداشته باشه. اداره امور حکومتی به دست نخست وزیر هست، در فرم جمهوریش هم با رئیس جمهور. گیرم که بعضی جمهوری خواه نخست وزیر دارن، مثل فرض کنین هند و اسرائیل، ولی به هر حال مقصود من هستش که این بی‌طرفی یک عامل مثبتی میتونه باشه به شرطی که فراتر و ماورای مسلک ها احساب باشه. این نقشش که میبینم تاثیرگذار باشه، ولی در فرم دیگرش غیر قابل تحمل و اولین کسی خواهم بود که در مقابل اون سلطنت مقابله بکنه. آیه پهلوی، پرسش های فراوانی در طول سالیان متمادی برای من و هم نسلای من وجود داشته. جمهوری اسلامی آنچه به باور مردم در تمام این سالیان رسونده اینه که پدر شما با مقادیر فراوانی دارایی و پول از ایران فرار کرد. دقیقا محمد رضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد بیرون؟ بهترین رایی که میتونم بهت نشون بدم این هستش که به شکل مستند جواب سوال تو بدم. کامبیز جان، من شماره وکیلم رو میتونم بهت بدم. 20 سال پیش من اینجا یک کیس دادگاهی داشتم با کسی که مسئول رسیدنگی به امور مالی من داشت. تمام اسناد و پرونده ای که چه چیزی دقیقا از پدرم ارث بردم و وضعیت مالی من چی بود رو کاملا درش مشخصه و اینا جزء اسنادیه که به قول معروف میتونه در دسترس عموم باشه. با کمال میل شما میتونید اونجا نگاه کنید، دقیقا جواب سوالتو خواهی گرفت. نه آیه، اون دوربین این برنامه برای من و بیننده های ما سنده، یعنی چیزی که شما اینجا بگید و اینجا ضبط بشه و پخش بشه ثبت میشه، آرشیو میشه و به عنوان ما قبول میکنیم. اینا رو بیار دوباره تو برنامه. نه 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 نه، شما هر چی اینجا بگید ما به عنوان حقیقت قبول میکنیم. شما فقط بگید که چقدر. با وجود این من دوست دارم مستند صحبت بکنم. صحبت اینجاست بعد از 30 سال که جمهوری اسلامی این اتهام رو به خانواده من زده، آیا اومده به مردم گفته که در 3 کشور مختلف ما رو به دادگاه کشیده؟ در امریکا، در سوئیس، جمهوری اسلامی. بله البته چندین بار و هر بار خانم مادر ما تبرئه شده، چون کوچکترین سند یا مدرکی برای پشتیبانی از ادعا و اتهامی که داشتن نداشتن. آقا اتهام زدن کار آسونیه و شما نیت پشت سر این اتهام اول برین جستجو کنی. یعنی ترور شخصیتی یکی از این مسائل بود، چسبوندن این باش. بنابراین ما می‌خوام ببینیم که چقدر بوده این ثروتی که از ایران اومده بیرون. آره میگم، شما اگه اون اسناد رو بگی نگاه کنید، دقیقاً خواهید دونست که در زمان فوتش پدر من حدوداً چه مقدار پولی داشت. حالا می‌خوام اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار. حدوداً 62 میلیون دلار. دلار. بله. خیلی ممنون. تشکر. ولی اسنادش هم هست. یعنی می‌خوام بگم اینو همینجوری نمیگم. برید نگاه کنید سنداش هستش. چقدر من از پدرم ارث بردم؟ و آخر سر چقدر این وسط در اختیار من هست. زندگی منم میخوام پیشنهاد دیگر بدم. کامبیز جان دوربین تو وردار، بیا منزل من، خونه منو نگاه کن، ببین زندگی من چجوریه. در حد همون ایرانی که جز با کم بر... بیا به دوستامون نشون بده. چون تصوراتی که این رژیم تو کله مردم خواسته بکنه. Through his embassy, the ambassador has been trying to get at the deposed Shah's reportedly huge bank accounts. In banks like these, the former Shah's family is believed to have at least 4 billion Swiss francs. That's over £1,000 million. A page from one bank's accounts before the Shah fell is said to show how he used his account here to pay his family over £30 million in just one week. The Shah has several villas in Switzerland too, including this one, the Suvretta, a former hotel up in the mountains above St. Moritz. Iran has tried to get this too, but local courts have ruled against them. Across the river in Bern from the Iranian embassy, the Swiss cabinet today turned down a request from President Carter for a freeze on Iranian assets. And it's thought they will have also rejected Mr. Tehrani's request to turn over the former Shah's money to Iran. So the Iranians are trying through the courts, again probably without success.
I'm sure they're going to have a fair trial, but as the experience has showed in the last years, I think it's going to be very hard to succeed. شما قابل دسترس نیستید. ما 6 ماه زحمت کشیدیم شما رو بیاریم چه بشونیم آقای پهلوی. مشکل شما نبوده، مشکل مؤسسات بود. حالا وارد این بحث میشه. ولی میگم شما قابل دسترس نیستید، خیلی سخته. آره، همچین چیزی نیست. اونایی که میخوان پیدا بکنن از زیر سنگ هم از داخل ایران منو پیدا میکنن. در صورتی که کسایی که تو این شهر همشهری من هستن اگه یعنی اعتقادی نداشته باشن اصلا دنبالش نمیان. این حرف درست نیست. اونایی که میخوان پیدا بکنن میتونن بکنن. یه ماشینی جوی اسلامی جدیدن از توی فکر کنم کاخ سعدآباد در آوردن، از پشتش که کیف در آوردن. چی بود تو کیفه؟ شما یادتون میاد داستانی که میگم آخه قول بده این همه جا مثلا اگه راست بود آخه چرا تو ماشین اونم تو صندوق بود؟ شما یادتون نمیاد مثلا گفتم شاید مال شما بوده. کیف مدرسه شما که نبود تو. نه اصلا نداره چی. من یعنی من رویس رویس مدرسه میرفتم. من نمیدونم اینجوری میگن. میگن با کالسکه میرفتین. با رویس رویس. ببین چیه؟ برن از باغبونایی که تو کاخ نیاوران و سعدآباد کار میکنن و کسانی که الان اونجا در واقع خونه ها موزه شده از اونا بپرسن، چون خیلی هاشون یادشون هنوز اون زمانو. میگن آقا جان اون موقع ولیعت چجوری میرفت مدرسه اون؟ اولا من پیاده میرفتم موقع که نیاوران بودن، چون من مدرسه ما تو نیاوران رو همینان هم رفتم دیدن یا نه. کاخ نیاوران اونجا که بود اون جنب شمال شرقیش ساختمانی بود که اونجا به اصطلاح مدرسه ما بود. منم توی خونه بودم که از در نیاوران که میای تو یه خونه بود دست راست که من اون تو زندگی می‌کردم. خب از اونجا هم فاصله پیاده تا مدرسه 5 دقیقه راه بود. از سعدآباد هم با ماشین میومدیم از خیابون به اصطلاح پهلوی میدیم پایین می‌رسیم میدان تجریش رو از اونور میومدیم به سمت نیاوران که 4 کیلومتر اونورتر بود. زمستونا رو خب به قول معروف کوچ می‌کردیم از سعدآباد به نیاوران. چه تضمین عملی وجود داره که اگر حکومت مشابهی رو شما در ایران داشته باشید این خفقان سیاسی رو حاکم نکنید در ایران و احزاب آزادی داشته باشند و اون دموکراسی که در ذهن شما هست و الان در صحبتش میکنید اجرا بشه؟ ببین عزیز من الان حد اکثر قدرت که در اختیارم هست یه قلم و یه کاغذ، نه ساتور دستم، نه باتون دستم، نه مسلسل دستم، نه در موقعیت حکومت قرار دارم که بخوام کسی رو سرکوب کنم یا به زور تحمیل بکنم. از روز اولم گفتم داداش من نظر خودم رو باید میگم، انتخاب و ضمانت اجرایش با خودت. ببین یه مسئله فرهنگی است کامیز جان، مسئله فقط این نیست که بنده شما فردا بریم رأی بدیم. خب رأی هم جزء اصول دموکراسی است. اینم تنها کافی نیست که قانون داشته باشیم که با حق رأی بده. اگه فرهنگش رو نداشته باشیم چه از بالا چه از پایین با دموکراسی برخورد عملی نخواهیم داشت و اجراش رو نخواهیم تونست بکنیم. این تضمین رو ما باید از یکدیگر بگیریم. چگونه؟ از ابتدا با مشارکت، از اول کار با مشارکت، مشارکت در کار. هر فرهنگی رو نگاه کنید در کشورهایی که به دموکراسی رسیدند این آگاهی و این فرهنگ رو داشتند و در حفظش تلاش کردن. این یه شرفند برنگشت که خیلی خب آقای جفرسون یا لینکلن اومدن و نمیدونم دکلریشن اف ایندیپندنس رو اعلان کردن و قانون اساسی مملکت رو نوشتن و خب دموکراسی امریکا هم پیاده شد. برای ما میریم پیکارمون کاری به دولت و حکومت نداریم. نه، چهارچشمی میپانش از صبح تا شب. یک لحظه اگه مراقب نباشی تو دنیا امروز میبینی که یه جا یک انحرافی پیش میاد. چرا شما با این تفکر باز سیاسی که دارید نمیخواید در انتخابات ریاست جمهوری در ایران شرکت کنید و به جاش میخواد شاه بشید؟ من نمیدونم، برای اینکه برام خیلی جالبه یک آدمی مثل شما هم بتونه خیلی در حکومت در دولت با این طرز تفکر مثبت باشه تا اینکه بخواد سمبل باشه برای مملکت. البته خب عزیزم تو نیم ساعت برنامه خیلی مشکله که من جواب پاسخ بدم. سعی می‌کنم تا اونجا که ممکنه تلگرافی بگم، ولی خب مفصل‌تر یه موقع اگه فرصت شد سر فرصت بگم. ببین عزیزم من هیچ اشکالی با نظام جمهوری ندارم، جای دور نریم. پدر بزرگ خودم من میخواست اعلان جمهوری بکنه. بله. حالا تاریخ چی بود، شرایط مملکت چی بود، بحث مفصلی است. من واقعا عمیقا باور دارم که محتوای نظام به جای خود محفوظ، نهاد پادشاهی در کشوری مثل ایران با توجه به این کثرت‌گرایی نمیدونم به حزبیش، عقیدتیش، مذهبیش، تیره‌ایش، میتونه متکی باشه به عنوان یک سوپاپ اطمینان بیشتر به آنچه که میتونه در حفظ این یک پارچگی و تمامیت مملکت نقش داشته باشه به عنوان یک عامل کاملا بی‌طرف. و معمولا این رو میشه جستجو و پیدا کرد در ماهیت پادشاهی مدرن همطور که قبلا تعریف کردم به منتها غیر مسئول.